ما در قرآن کریم یکی از شرایطی را که می توانیم استفاده بکنیم برای اجابت دعا آن است که انسان قطع امید بکند از غیر خدا در هنگام دعا کردن <تصفيق> <تصفيق> ما یک ضرب المثل بسیار ساده ای عرفی داریم در پاره از مناطق میگوید بزغاله یا بچه ای که دو مادر داشته باشد از بیشیری می زیرا که این یکی به انتظار اون این یکی به انتظار دیگری قرآن کریم این مطلب را به بیان دیگری و از منظر دیگری بیان فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو لوکان في لو كان ما الا الله لفسدتا اگر این جهان دو خدایی می بود یقینا نظام عالم از هم میپاشید که کوچکترین آن و مصداق یکی از مصادیق آن بحث دعاست انسان باید به یک قانون توجه بکند نمیتواند بگوید که من همتو را دوست دارم همتو را دوست دارم بله. در اینجا باید به یک قانون متمرکز شود قلب انسان نگاه انسان حواس انسان و تمام وجود انسان همین گونه که در باب قبله یکی از فلسفه های قبله و روبه کعبه کردن آن است که انسان متمرکزی به یک سمت شود وگرنه فعین ما تولو فسم وجه الله خدا در همه عالم از سمت و سوی ندارد این بیشتر به خود انسان است که انسان متمرکزی به یک جهت شود و مسلط شود بر خود مانند آن که شما در برابری بزرگی اگر بخواهید اظهار سخن و کلامی بکنید باید به تمام وجود در برابر او بیستید رو بر او بیستید به او نگاه کنید یا حداقل سر خم کنید به گونه ای که تمام توجه شما به اون طرف باشد و ما در حتی در روانشناسی امروز داریم که در هنگام مکالمه اگر با کسی حرف میزنید شما به سمت دیگری نگاه کنید و حرف شما با او باشد به نوع توهین تلقی میشود به فرد و چنین هم هست یکی از آداب سخن گفتن آن است که انسان بنگرد به چهره ای طرف مگر از باب تواضع سر خم بکند و چشم بر زمین بیاندازد در غیر اون صورت باید تمام توجه انسان به فردی باشد که در مقام خطاب و گفتگو با او در حال گفتگو هستیم یا در حال شنیدن دعا نوی گفتگوست چون خداوند میگوید ادعونی استجب لکم یعنی چیزی را شما میگویید و دعوت از شماست و اجابت از من است اینطوری نیست که یک سویه باشد ارتباطی یک سویه در دعا وجود ندارد همینی که ما انتظار داریم که اجابت شود یعنی که ارتباط دو سویه است خب اگر چنین است ما در دعا بایستی بگونه ای با خداوند حرف بزنیم که هیچ امید دیگری نباید در گوشه ذهن ما باشد که حالا این قسمتش رو با خدا مطرح میکنم یک قسمتش رو میرم با فلانی در میان میگذرم یا مجد. یک بار اینجا تست میکنم ببینم چی هست بعدش میرم فلان جای دیگر و یا حتی جای دیگری هم مطرح بکند و بعد بیاید در اینجا که البته بد است اما خداوند فرموده است که همین الانم که آمدی و اکنون که آمدی با تمام وجود اگر برگشته باشی به سوی من باز هم من میپذیرم گاه ما در برابر عبادت خضوع و خشوع و تزرع ائمه و انبیاء علیهم السلام و و قرار میگیریم که به تعبیر اون راوی شبیه از شبهای همراه بودن با امیر مؤمنان علی علیه السلام و را این گونه ترسیم می کند که یه و تململ سلیم عرب در اون زمان از اون اشیای دم دست و موجودی که با او سر و کار داشت مثال میزند و توصیف میکند معمولا عرب ها که بیابانگرد بودن اقرب میگزیدن انها را گجدوم میگزید یا مار میگزید که شدیدترین اونها مار گزیده بود تمثیل میکند اون شخصی که شبی مهمان امیر علی علیه السلام بود زرار ابن زموره در فردا با دوستانش و با کسان دیگری حال اون شب بودنی با علی را و مهمان بودنی با علی علیه صلات و السلام را میخواست نقل بکند یک قسمتی از ماجرار این گونه نقل میکند که من شبانگاه دیدم که ما در خواب بودیم و دیدم در گوشه ایستاده است در تاریکی تململ تململ سلیم مثل مار گزیده به خود میپیچد و تذرع و نیایش دارد این حالت برای امام سجاد علیه السلام یا برای خود مولا یا برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برای انبیای الهی نقل شده است چرا این گونه است بعضی ها میگویند اینها که نجات یافته هستند چرا این همه تزرع و خشوع و این همه بندگی و این همه زار زدن و گریه کردن و و این همه تسلیم در برابر خداوند اینها که نجات یافته هستند جواب آن است که همون گونه که بیان شد به هر پیمانه ای که میزان معرفت انسان به خدا بالاتر باشد بله. شکوه و جلال و عظمت خداوند را بداند اون یکی به مراتب بیشتر میسوزد هر جسم اگر به خورشید نزدیکتر باشد و بیشتر باشد نوری بیشتری را میگیرد و عظمت خورشید برای او بیشتر درک میشود شود تا مایی که از دور یک قرص روشن را, را میبینیم بله. و چه بسا زمین هم در اونجا شاید اصلا دیده نشود زمینی که به این بزرگی که ما هستیم ما هر چی که قرب به خدا برای ما بیشتر میشود قرب ما به خدا قرب معرفتی است بله. و قرب معنوی و کمالی به هر میزانی قرب انسانی به خدا بیشتر شود بیشتر در جذبه اون قرار میگیرد اول اجسام به میزان نزدیکی هم دیگر و به میزان بزرگی و کوچکی یک دیگر میزان جذب کم و زیاد می شود درست. به هر میزانی که انسان به خداوند نزدیکتر شود این اظهار خضوع و تزلل و خشوع و اظهار بندگی بیشتر می شود زیرا او بیشتر شکوه و جلال را حس می کند و از نزدیک می بیند مقام معنوی انسان را باید به میزان عبادت او و به میزان خضوع و خشوع او محک زد و سنجید نه به میزان بی خیالی و به میزان بی توجهی او نسبت به خداوند درست این که انسان به خداوند بی توجه باشد ناشی از این است که نمیشناسد و معرفتی نسبت به او ندارد